نشست علمی روزانه آیت الله العظمی صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه چهارم جمادی الثانی سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در این نشست در رابطه با جواز استفاده از لفظ امیرالمؤمنین برای ائمه معصومین علیهم السلام به غیر از علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودند: این مسئله مکررن عرض شده است و در این رابطه توجه به دو نکته ضروری است. نکته اول آن است که آیا بقیه معصومین علیهم السلام امیر مؤمنان هستند؟ و نکته دوم آن است که آیا میتوان برای آن بزرگواران از لفظ امیرالمؤمنین استفاده کرد؟ معظم الله با اشاره به روایتی از امام صادق علیه السلام فرمودند: در روایت آمده که شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد یا امیرالمؤمنین، و حضرت در واکنش به استفاده از این لفظ برای خود فرمودند: این لفظ را برای ما به کار نبرید. آن شخص از حضرت می‌پرسد که مگر شما امیرالمؤمنین نیستید؟ که ظاهر روایت حکایت از آن دارد که حضرت فرمودند: هستیم، اما این صفت خاص اولین امام است. ایشان با اشاره به روایت دیگری فرمودند: در روایت دیگری شخصی از حضرت می‌پرسد که وقتی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور می کنند آیا به آن حضرت امیرالمؤمنین می گویند؟ حضرت در پاسخ فرمودند: به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هم امیرالمؤمنین گفته نمی شود، چون این لفظ خاص علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. در اون روزه ای که در جیره بر منظور وارد شدن صحبه می داد و فرمودن الامر و الی امیر این سمت سمرا به این افتر به افتر دام میگن به امیر خطابش کردن. بله، همونجا ببینید جواهر غیر جواهر فرمودن حضرت کبرا گفتن، این کبرا تقیه نبوده، مصداقش تقیه بوده که منصور باشه، اگر نه کبرا لاکه الی الامیر، اونی که امیر واقعیه یعنی اون که رئیس مسلمینه. آخه دو تا رئیس هست، رئیس واقعی که معصومین هستن علیهم السلام، یا اونایی که معصومین تعیین کردن، اما من کان من الفقها صانع لنفسه تا آخرش. یکی نه، کسایی که به فرمایش حضرت سجاد علیه السلام در صحیفه سجاد ابتزو، یعنی دزدیدن ریاست را، که بنی امیه و بنی مروان و بنی العباس و امثال اینها باشه.